گلگشت برنامه است کاملا مستقل بدون وابستگی به نگرش‌های قومی، سیاسی و دینی. گلگشت کوشش می‌کند دیدگاه‌های گوناگون سیاسی، ادبی، هنری و فرهنگی کارشناسان، نخبگان و فرهیختگان را به شما ارائه دهد. با این امید که فضای گسترده‌تر برای تقابل اندیشه‌ها به دست آید. نگرش‌های متفاوت را برمی‌تابیم، پاکیزگی کلام را پاس می‌داریم و با هم به گلگشت می‌رویم. با صمیمانه‌ترین درودها، حسین حجازی هستم و برنامه امروز گلگشت رو با یک مهمان ارجمند که افتخار شرکتشون رو در برنامه رادیوییم و برنامه‌های رادیوییم داشتم و دارم و برای اولین بار هست که در برنامه تلویزیونی از محضرشون استفاده می‌کنم. در طول چند سال گذشته، یعنی میتونم بگم در تمام طول 35 سال گذشته، ما شاهد رجزخانی ها، یاوه سرایی ها و مسائلی بودیم و داستان سرایی هایی بودیم از طرف مسئولین جمهوری اسلامی. و در این اواخر، در 8 سال گذشته به خصوص، فردی که کوچکترین اطلاعی از مقررات و قوانین و اخلاق بین المللی نداشته، در این زمینه از هیچ اقدامی کوتاهی نکرده. اشاره من به یک فردی است که شاید در تاریخ ایران یکی از سیاه‌ترین آثار رو از خودش به جا گذاشته و فکر نمی‌کنم هرگز بتونه نام خودش رو تمیز بکنه و پاکیزه بکنه. منظورم محمود احمدی نژاد است. محمود احمدی نژاد در انکار هولوکاست و اینکه این موضوع رو بخواد پیراهن عثمان بکنه و واقعیتی رو که تمام جهانیان بهش پی بردند و راجبش کتاب‌ها نوشته شده، تحقیقات شده، حتی سمینار تشکیل میده در ایران و عده‌ای دیوانه و مجنون مثل خودش رو جمع‌آوری میکنه که در این مورد به اجازه بدید چاره ای نمیبینن، به یاوه سرایی بپردازن اونجا و مطالبی رو عنوان بکنن که هیچ ذهن منطقی اون رو نمیتونه بپذیره. در رابطه با این گونه مسائل و افرادی این چنین، هیچ چیزی و هیچ اقدامی مؤثرتر، واقع بینانه تر و منطقی تر از نمایاندن واقعیاتی که در طول این عملیات ننگین در دنیا و خاموش بودن جوامع بین المللی صورت گرفته نمیتونه پاسخگو باشه. و مهمان امروز من آقای دکتر اردشیر بابک‌نیا با کوشش فراوان، سالها زحمت و مطالعه و بررسی، 4 جلد کتابی رو در حدود 2500 صفحه به رشته تحریر درآوردن به زبان فارسی با یک چاپ نفیس تحت عنوان هولوکاست، ستمگری انسانها به انسانها، و در این رابطه واقعاً سنگ تمام گذاشتن با چاپ نفیسی که در واقع تقدیم کسانی که دنبال واقعیت هستند گذاشتن. دکتر بابک‌نیا پس از دریافت درجه دکترای پزشکیشون از دانشگاه تهران، دوره تخصصی بیماری‌های زنان رو در دانشگاه جانز هاپکینز که یکی از معتبرترین مراکز علمی در این زمینه به خصوص هست به دست آوردن، دوره فوق تخصص نازایی رو در دانشگاه کالیفرنیا گذراندند و از سال 1980 در کالیفرنیا به طبابت اشتغال داشتند و بین سالهای 1978 تا 2008 عضو هیئت بالینی و پژوهش دانشکده‌های پزشکی دانشگاه کالیفرنیا بودند. از ایشون بیش از 50 رساله پژوهشی در مجله‌های بالینی و علمی به چاپ رسیده در زمینه تخصصی که دارند و ایشون دارنده نشان ملی پژوهش‌های پزشکی از انجمن متخصصین بیماری‌های زنان و مامایی امریکا و عضو هیئت پژوهشی و هیئت مدیره و مؤسسه وایمن در واشنگتن برای مطالعات هولوکاست هستند. کنجکاوی‌های ایشون در زمینه دستیابی به علل بیماری‌ها و بر خورد خردورزانه ایشون با درد و رنج بیماران توجه ایشون رو به هولوکاست و
نسکشی های دیگر که جلوه ای از درد و رنج انسان در ابعادی گسترده تر هستند معطوف کرد. ایشون میخواستن بدانن که چه کاستی در طبیعت انسان و جوامع انسانی است که فاجعه ای چون هولوکاست رو امکان پذیر میکنه. مجموعه کتاب های هولوکاست هشتمین کتابی است که از دکتر بابک نیا منتشر شده. این مجموعه دستاورد 15 سال پژوهش، مطالعه و بررسی اسناد، مدارک و کتاب های موجود در آرشیف ها و کتابخانه های جهان در مورد هولوکاست و همچنین برخورد و یا بی‌اعتنایی رهبران و مردم جهان به این جنایات و گفتگو با بازماندگان شخصیت ها و پژوهشگران هولوکاست است. هدف از نگارش این کتاب افزایش آگاهی درک، حساسیت وجدان و اخلاق انسانی با درد و رنج های ناشی از ستمگری انسان ها به انسان هاست. به امید اینکه این اقدام ایشون روشنگر و راهنمای همگان در این مسیر باشه. دکتر خیلی خوش آمدید. صحبتتون بخیر. خیلی متشکرم. دکتر بابک‌نیا، چه شد که به این فکر افتادید و میدونم که اقدام به این کار بزرگ موجب شد که شما مدت زیادی مجبور بشید حرفه اصلیتون رو در حاشیه بگذارید؟ بله، من علت پژوهش و نگارش این کتاب ها یافتن پاسخی بود به این پرسش در مغز من که در دوران هولوکاست دنیا کجا بود. ببخشید، هولوکاست در کره دیگر اتفاق نیفتاد، در کره خاکی ما بود، در قلب اروپا بود و در همین قرن بود، یعنی 70 سال گذشته اتفاق افتاد و در یکی از پیشرفته ترین کشورهای جهان، صنعتی دنیا، صنعتی و علمی و فلسفی دو مرکز هنر و فلسفه و فیزیک و طب جهان که آلمان قرن 20 بود اتفاق افتاد. سوال من این بود که رهبران جهان مثل پرزیدنت روزولت، وینستون چرچیل، اونا در اون زمان تا چه حد از این فجایع با خبر بودند، در چه زمانی خبر داشتند و آیا چه کردند، آیا اقدامی برای کمک و اگر خبر داشتن چه کردن؟ اگزکتلی، کاملا درسته. یک نگاه به نتیجه این فاجعه نشون میده که ببخشید ظاهراً نبایستی اقدامی کرده باشن. ظرف 4 سال 11 میلیون انسان بیگناهی که هیچ گونه رابطه با جنگ نداشتن به خاطر مذهب یا به خاطر افکارشون توسط نازی‌ها از بین رفتن. از این 11 میلیون نیمیشون یهودیان اروپا بودن. برای من این مسئله بود که چگونه ممکنه که رهبران جهان به این مسئله توجه نکنن. پس از 20 سال مطالعه و نوشتن این کتاب‌ها من به این نتیجه رسیدم که این 11 میلیون انسان بیگناه که 1.5 میلیون اونها رو کودکان کمتر از 7 سال که اصلا نمیدونن مذهب چیه تشکیل میده، زیر 2 سنگ آسیاب له شدن تبدیل به پودر شدن و اون سنگ بالای این آسیاب اقدام و قصد پلید نازی ها برای نابودی دیگری بود، دیگر اندیشان، کسایی که شبیه ما نیستند، چشماشون آبی نیست، قد بلندی ندارن، موی بلند طلایی ندارن، ولی سنگ زیرین این آسیاب به نظر من، یعنی یافته من از این پژوهش‌ها این بود که سنگ زیرین این آسیاب بی تفاوتی رهبران جهان بود. بدون این بی تفاوتی مورخین در این عقیدند که به هیچ وجه هولوکاست در این ابعادی که امروز ما به اون واقف هستیم به هیچ وقت اتفاق نمی افتاد و متاسفانه
هولوکاست در حالی که اولین نسل کشی قرن بیستم نبود و کشتار ارامنه در ترکیه بیش از 1 میلیون کشتار ظرف یک سال اولین کشتار نسل کشی بزرگ قرن بیستم بود، ولی این دو کشتار ارامنه و کشتار یهودیان اروپا الگوی کشتارهای دیگر شد یا مشوق دیگران شد. مشوق یا به قول امریکایی‌ها it made others possible، امکان به وجود اومدن در رو باز کرد، در رو باز کرد به روی جنایتکاران. برای همین هم است که یک نسل بعد از هولوکاست در دهه 70 در کمبوجیه ما میبینیم که خمر سرخ 1,700,000 از مردم خودشو که به اونا میگن خود نسل کشی، بله، آتو جنساید، از مردم خودشون رو از بین بردن. و چند دو دهه بعد در اواسط 1990 صدها هزار مسلمان در بوسنی کشته شدن. در همون سالها 1 میلیون بیش از 1 میلیون مسیحی توسط مسیحیان دیگر در رواندا از بین برده شدن. و سپس در دارفور دیدیم و به نظر من امروز هم داریم در سوریه میبینیم و دنیا سکوت کرده و صورت خودشو بر میگردونه و داستان رو نادیده میگیره. هدف من از نوشتن این کتاب ها آگاه کردن نسل خودمون و نسل آینده است که به این نشون داده بشه که زمانی که ما با بی‌عدالتی روبرو میشیم سکوت ما گناه. ارتکاب گناه سکوت در برابر بی‌عدالتی به نظر من بزرگترین گناهانه. این نتیجه بود که از این کتاب‌ها و از این پژوهش‌ها من گرفتم. خیلی متشکرم آقای دکتر بابک‌نیا. در مطالبی که در کتاب آورده شده اشاره می‌کنید که در واقع ریشه و مبنا و سابقه تاریخی این کار برمیگرده به کنستانتین و عملیات عجیب و غریب کلیساها که اونها با در واقع دادن اطلاعات به مردم، کسانی که میتونستن با مردم روی مردم نفوذ داشته باشن، چهره ای رو به وجود آورده بودن از دیگران، اعم از یهودی و غیر یهودی، که این خود این پایه و مایه رو که شروع کرده بودن در کلیساها و در کلیسا موجب شد که بعدها هیتلر نامی با یک عده جنایتکار دیگری که دست پرورده او بودند بتونن این رو به صورت دستاویزی قرار بدن برای این نسل کشی. و در تمام نطق‌های آتشین هیتلر ما شاهد به اصطلاح ناسزاگویی‌ها، اتهام‌ها و مطالبی هستیم که مردم اون موقع آلمان رو گمراه می‌کرد و چهره‌ای از بخصوص جماعت یهودی ساخته بود برای مردم آلمان که یک چهره عجیب غریب، متجاوز، دروغگو، پشت هم انداز، متقلب و آنچه صفت رذیلانه بود در این سخنرانی ها او مطرح می کرد. و خود این پای و مایه شد که بیاد برای این اقدام عجیب و غریب و حیرت انگیزی که تا به امروز واقعا سابقه نداشته این کارهایی رو که اون کوره های آدم سوزی رو به وجود بیاره و تأسیسات وسیعی رو، تشکیلات وسیعی رو ایجاد بکنه که بتونه این اقدام شیطانی خودش رو به کرسی بکشونه. کاملا درست حرفتون. هولوکاست یک واقعه نیست که خود به خود انجام شده، یعنی یک واقعه نیست که جدا از اتفاقات سالها و قرنها پیرامونو جدا نیستش. به نظر من هولوکاست قلعه یک سری حرکات نوسانی است که به اوج میرسه و اوج اون حرکات نوسانی
بالاخره کشتار 11 میلیون انسان بیگناه بود. و من اینجا روی این 11 میلیون تاکید میکنم که در هولوکاست فقط یهودی ها از بین نرفتن. همینطوره. 11 میلیون انسان بیگناهی که هیچ گونه رابطه‌ای با جنگ نداشتن، هیچ گونه اسلحه‌ای دستشون نبود، اینها کسایی بودن که از دیدگاه نازی‌ها دیگران و یا دیگراندیشان بودند، از بین بردن. این که فرمودین تبلیغات آلمان، این نشون میده که افکار و روان انسان چقدر تأثیر پذیره. خیلی جالبه، نازی‌ها در آلمان 12 سال حکومت کردند، از 31 ژانویه 1933 تا 8 می 1945. در این 12 سال، در 6 سال اول حکومتشون بین 1933 تا 39 که جنگ جهانی دوم شروع شد، نازی ها نیتلر، گوبلز و رهبران تبلیغاتی آلمان، اینها یهودی ها رو می گفتن که اینا باهوشترین، قدرتمندترین، بله، مردم جهانن، چه از نظر اقتصادی، بله، چه از نظر فکری، کنترل نشریات رو دارن، کنترل اقتصاد رو دارن، کنترل سیاست رو دارن. و ایتلر می گفت اگر ما اینها رو از بین نبریم، برده و اسیرشون میشه، برده و اسیر. و مردم آلمان، اروپا و مردم جهان اینو خریدن که یهودی رو به عنوان یک قول عجیب و غریب، هیولا، هیولایی به وجود آورده بود که اگر این هیولا از بین نره، ما خودمون از بین خواهیم رفت. خیلی جالبه، جنگ که شروع شد، جنگ دوم هم که اطلاع دارین روز جمعه اول سپتامبر 1939 شروع میشه. روز بعد هیتلر در جلسه کابینه خودش اعلام میکنه که ما در 2 جبهه میجنگیم، یک جبهه با متفقین برای تسخیر سرزمین بیشتر، لهستان، چکسلواکی و حتی روسیه. جبهه دوم هیتلر گفته بود یه جنگ ایدئولوژیکه که اون کسایی که با ایدئولوژی نازی موافق نیستند و یا آریایی نیستند بایستی از بین برده بشن. خیلی جالبه که از اون زمان شروع میکنند نازی ها، هیتلر، گوبلز و دستگاه تبلیغاتیشون که یهودی ها نه تنها، بلکه یهودی ها رو در چنگشون داشتن اون موقع. و با شروع جنگ نازی ها شروع کردن، هیتلر، گوبلز و دستگاه تبلیغات. هیملر چه کاره بودیم بسید؟ وزیر اطلاعات و نقش مهم میداشت. هیملر معاون هیتلر و مسئول اس اس ها بود. صحیح. اون مسئول واقعا کشتارها، کسی که دستش به کشتار 11 میلیون انسان، به خون انسان گرفتاره، واقعا هیملره. بله. و اون کسی است که در حالی که گفته شده اگر هیتلر نبود هولوکاست نبود، اگر هیتلر نبود ولی هیملر بود بازم این اتفاق میافتاد. هیملر یک جنایتکار عجیب غریبی بود که هیچ گونه چیز انسانی نداشت، خوی انسانی توش وجود نداشت. حیرت انگیزه که تو بعضی افراد میتونن به این کارها دست بزنن، حیرت انگیزه. بله. میفرمودید همچی که گفتم خدمتون اینه که با شروع جنگ جهانی دوم، یعنی در 6 سال دوم حکومت نازی، آلمان ها شروع کردن درست داستان رو برعکس کردن که یهودی ها جانوران، یعنی از اون صحبت هایی که قبلا میکردن به کلی عکس اون شد، درست عکس اون. و دکتر ببخشید، بین توی کتاب آمده که میگفتن که یهودی ها برن از آلمان. اوائلش صحبت بود که میگفت آلمان رو میخواد پاک بکنه، پاکسازی بکنه. منتها خیلی ممنونم که این سوال رو کردین و این موجب شد که من کتاب‌های بعدی خودم رو بنویسم. بله. که وقتی که آلمان‌ها گفتن ما می‌خوام یهودی‌ها رو از آلمان خارج بشه، متأسفانه دنیای غرب نپذیرفت، راه‌ها رو به روی یهودی‌ها بستن. برای همین هم هست بسیاری میگن اگر
من باش موافق نیستم. اگر در آن زمان اسرائیل وجود داشت، هولوکاست وجود نمی‌افتاد. ولی من فکر میکنم که سرزمین فلسطین که اون موقع اسرائیل نبود، سرزمین فلسطین در اون زمان قدرت پذیرش چند صد هزار یا چند میلیون یهودی صنعتگر رو یهودی، یعنی اصلا امکانی وجود نداشت، بیابون بوده، یه مرکز کشاورزی بود، یعنی اون قدرت رو نداشت. و واقعا برای همین هم است که من همونجوری که عرض کردم در شروع برنامه، اون سنگ زیر آسیاب، بی تفاوتی، و حتی من لغت بی تفاوتی رو خیلی مهربانانه میگم، واقعا همدستی بود. دکتر فکر نمی کنید، ببخشید بین صحبتتون، فکر نمی کنید هولوکاست یکی از عواملی شد که جهانیان به این فکر بیفتن که اسرائیل به وجود بیاد؟ من از اون کسا هستم که معتقدم نه. نه، دلیلشم الان بهتون میگم چرا. فکر تشکیل دولت اسرائیل در ذهن یهودی ها از 2000 سال پیش که پراکنده شدند از فلسطین، آواره شدند در فکرشون بوده. ولی فکر سازمان داده شده این در سال 1890 توسط یک فردی به اسم تئودور هرتسل که اتریشی هست، روزنامه نگار و رهبر یهودیان، رهبر جوانی بود، با اون شروع شد که یک گروه درست کرد به اسم سیونیزم. بله، که من در فارسی میگم، بعضیا بهشون به غلط میگن صهیونیزم، سیونیزم. سیون یعنی سرزمین فلسطین، صحیح. سیونیزم یعنی کسایی که طرفدار اون سرزمین هستن. و این ایده سیونیزم فقط یعنی کسانی که طرفدار سیون هستن. و من فکر میکنم که رابطه بین هولوکاست و دولت کشور اسرائیل، تشکیل کشور اسرائیل، کشور اسرائیل بدون شک اگر در سال 48 به وجود نمی اومد، 5 سال بعد به وجود می اومد. منتها در این عقیده من با شما موافقم که شاید این تصریح کرده موجب شد که پرزیدنت ترومن و نخست وزیر دولت‌های اروپایی، برای اینکه خیلی جالبه، پس از جنگ جهانی دوم 9 میلیون آواره جنگی در اروپا به وجود اومده بود که از کشورهای مختلف آواره شده بودند. از این 9 میلیون بیش از 90%شون، یعنی حدود 8 میلیون و بیش از 8 میلیونشون 8 هفته پس از جنگ به سرزمین‌های خودشون رفتن، فرانسه، بله، انگلستان، جاهای مختلف، مجارستان. تنها گروهی که جایی نداشتن یهودی‌ها بودن. و اینها خیلی جالبه، بسیاری از اینا حتی تا سال 1952، یعنی 7 سال بعد از جنگ، در اردوگاه‌های سابق نازی در آلمان زیر نظر انگلیسی‌ها و امریکایی‌ها زندگی می‌کردن. کمپ‌های آوارگان بودن که اونها از این 800-900 هزار نفری که زنده مونده بودن، نیمی از اونها به سرزمین فلسطین رفتن که هنوز کشور اسرائیل نشده بود، و نیمی از اونها به کشورهای دیگه اروپا و امریکا اومدن. در نتیجه من شخصا جز اون کسایی هستم که رابطه‌ای واقعا بین سیونیزم و هولوکاست نمی‌بینم. سیونیزم یک نهضتی بود که از سال 1890-92 شروع شده بود، 50 سال قبل از تشکیل دولت اسرائیل، و بسیاری از رهبرانی که یهودی که در آن زمان در آنجا بودند کوشش می‌کردند که این سرزمین رو برای گردآوری یهودیان پراکنده تشکیل بدن. بله بله، می‌فرمودید. در مورد شروع این جنایات همزمان با جنگ دوفو. بله، همونجوری که بهتون گفتم، خدمتتون گفتم، نازی‌ها با شروع جنگ برنامه‌شون عوض کردن، برنامه‌های تبلیغاتیشون عوض کردن، که نه اینکه یهودیان انسان‌های والا و باهوش و مقتدری نیستن، اینها نه اینکه انسان نیستن، حتی گفتن اینا مادون انسانن، ساب هیومن هستن، نسل بشر، نسل انسانی نیستن. اینها نه فقط نسل انسان نیستن، یک سری
عوامل بیماریزای اجتماعی هستن که ما بایستی اونها رو از بین ببریم، و این درست همون شستشوی مغزی است که به یک سری جوان داده بشه که تو بتونی یک سری رو بکشی، 5000 نفر، 1000 نفر یا 1 نفر رو جانشو بگی در اتاق گاز و بسوزونیش و شب بری خونه و راحت بخوابی، غذاتو بخوری، با بچت بازی بکنی، راحت بخوابی، فردا صبح اصلاح بکنی، کراواتتو بزنی، یونیفرمتو بپوشی، بعد به خانومت بگی عزیزم من دارم میام سر کار. بله کار، یعنی طوری به اینها نشون داده بودن که کشتار یهودی یا کشتار دیگراندیش، نه فقط یهودی، بله بله، نه این که فقط گناه نیست بلکه یک افتخاره. دکتر گروه های دیگه کیا بوده؟ گروه های دیگه کمونیستا، یونیون ها، همجنسبازان، کولی ها، عجب، و حتی کشیش هایی که با نظام، با وجودی که کاتولیک بودن، مذهبی بودن، که این کشیش هایی که در جنگ، در این هولوکاست، از 11 میلیونی که من همیشه راجبش صحبت میکنم 5.5 میلیونش مسیحی بودن. این چیزی که واقعا برای من خیلی جالب بود آقای حجازی، که دلم میخواد اینجا راجعش صحبت بکنم. من خودم در این اشتباه بودم که بی تفاوتی جهانیان به هولوکاست به خاطر یهودی ستیزی است. بله، منتها بعدن این درس بزرگی که من یاد گرفتم این بود که پاپ اعظم که رهبر مسیحیان و کاتولیک های جهان هست، حتی به هیتلر و نازی ها برای کشتن اون 5.5 میلیون دیگه که غیر یهودی و مسیحی بودن هم سکوت کرد، یا کارت بلانش داده به این صورت دیگه. خیلی راحت به اینا چراغ سبز به شما میداد. دلیلش هم این بود که میگفت منافع ملی خودش، منافع واتیکان رو میخواد حفظ بکنه. پاپ بارها خودشون، وزیر امور خارجهشون، وزیر اطلاعاتشون، وزیر دربارشون با نازی ها و حتی با متفقین در تماس بودن که موزه های ایتالیا رو بمباران نکنن، مناطق تاریخی ایتالیا رو بمباران نکنن، ولی در هیچگاه حتی در یک اطلاعیه از واتیکان در تمام دوران هولوکاست نیستش که پاپ به کشتار نه فقط یهودی ها، کشتار انسان ها، به کشتار انسان ها و حتی انسان هایی که طرفدار مذهب خودش بود، 3.5 میلیون از مسیحی هایی که کشته شدن کاتولیک های لهستانی بودن و اینا پیروان درجه اول پوپ بودن، و این نشون میده که این مسئله دیگر ستیزی است، نه فقط یهودی ستیزی. دکتر مارتین لوتر کینگ رو اسم میبرید در کتاب؟ مارتین لوتر ببخشید، مارتین لوتر در واقع بنیانگذار این نحوه فکریه در این قضیه؟ کاملا درسته، ممنونم از این سوالتون. مارتین لوتر یک کشیشه که بنیانگذار مذهب پروتستان. بله، این مرد در قرن 16 هم، یعنی 1500 مسیحی، شروع میکنه یک سری اطلاعات نادرست و یک سری مطالب زهراگین راجب یهودی ها میگه، که اون متاسفانه قرنهای بعد 4-5 قرن ادامه پیدا کرد تا اینکه نازی ها، همچه که در شروع برنامه فرمودین، با از استفاده از اون اطلاعاتی که در قعر سیاهچال‌های کلیساها بود کشیدن بیرون و ذهن مردم رو مرتباً مجدداً نسبت به این مسمومشون واقعا کردن. دکتر در کتاب عکس‌های زیادی هست و البته آثار بی‌نظیری از اردشیر محسس که یادش گرامی باد، و در این مورد شما توضیحات زیادی دادید و ما خواهیم پرداخت اگر فرصتی بشه در برنامه امروز یا در فرصت‌های دیگری. ممکنه که توضیحاتی راجع به پاره‌ای از این عکس‌هایی که در کتاب آمده
در اختیار بینندگان بگذارید. من فکر میکنم اگر اجازه بدین امروز راجب عکسایی که در کتاب فارسی هست، بله بله، در کتاب، در این کتاب هولوکاست هستش، راجب این صحبت بکنیم. بعد در جلسات بعدی در راجب کتاب انگلیسی که من راجب هولوکاست نوشتم و با نقاشی های اردشیر محسس مزین شده، کتابی به اسم Humanity Not، که فارسیش نمیدونم میشه نامروتی انسانیت، نه نمیدونم فارسیش واقعا چی میشه، انسانیت نه، انسانیت نه، واقعا نه. منتها یه سری من عکس های داکیومنت شده که از موزه آشویتس در دیدارم از اونجا به من دادند، اینجا میخواستم بهتون نشون بدم که چند تا عکسشو با هم دیگه مرور میکنیم. این عکس اول در خیلی به نظر در یک حیات میاد یا در یک اتاق میاد که خیلی هم اینسنت و بیگناه هست. این در یک اتاق گاز هستش که در اردوگاه های مرگ نازی بوده. این درون یکی از اجاق‌های گازه که کوره‌های آدم سوزی است و این نقشه کوره‌های آدم سوزی و تازه، یعنی نقشه مهندسی و بله بله بله، اینجا قشنگ می‌بینید با جزئیات، بله، با جزئیات که نازی‌ها به شرکت‌های آلمانی، مهندسی آلمانی دادن و اینا رو میگم. خود آلمانی‌ها این روزها اینا رو منتشر می‌کنن و خیلی جالبه، آلمانی ها نه که فقط به این مسئله رو قبول میکنن که این توسط مردم آن زمان آلمان اتفاق افته، متأ میگن این توسط آلمانی ها اتفاق نیفتاده، میگن توسط گروهی که طرفدار نازی بودند و بسیاری از اونها آلمانی نبودن و آلمانی بودن و نبودن انجام شد. خب خود هیتلر هم اتریشی بود، خود هیتلر هم اتریشی و خیلی جالبه آقای اجازی، برای من این واقعا دیوانه کننده است که یک اتریشی سیاه چهره، موی سیاه، مجعد سیاه، چشم قهوه‌ای، کوتاه‌قد میاد میگه که من نژاد بلند آریایی، چشم آبی، مو طلایی، قد بلند باریک رو میخوام زنده نگه دارم و آقای دنیا بکنم و مردم آلمان و دنیا اینو قبول میکنن. این از اون معماهاست. این ولی نشون میده نشانه آسیب پذیری افکار و احساسات انسانه که چقدر میشه با مغز انسانها، حتی انسانهای متمدن، بازی کرد. دکتر این نقشه رو که دارید نشون میدید که عملا معلوم میشه یه مهندس مبرزی که نشسته و طراحی کرده این کوره ها رو، معلوم میشه که سازماندهی، اشاره من کردم، سازماندهی وسیعی در اون زمان که نیاز به این بوده که در این جنگ بیشتر انرژی صرف در واقع پیروزی در اون جنگ بشه، یک انرژی وحشتناک زیادی صرف این کار شده بود. کاملا درسته. این کسانی که متخصص هولوکاست هستن حساب کردند آقای حجازی که برای شناسایی، جمع‌آوری، نگهداری، انتقال بازم نگهداری در اردوگاه‌های کار و کشتار، خفه کردن از طریق اتاق‌های گاز و سوزاندن 11 میلیون انسان، گفته شده که احتیاج به 1 میلیون نفر، یک میلیون انسان است که اینها رو شناسایی بکنن، جمع‌آوری بکنن، یعنی پرسنل یک میلیونی در اختیار این ارگانیزیشن کشتار نازی ها بود که همشون تحت رهبری هیملر کار میکردن. و خیلی جالبه که نظیر بسیاری از رهبران دیگه تاریخ، هیچ نوشته از هیتلر راجع به این کشتارها نیست، ولی از هیملر و زیردستان هیتلر نوشته های بسیار زیادی، هزارها و ده ها هزار نوشته، یعنی خاطراتشون رو نوشته، نه نه نه، فرمانها، مدارک برای کشتارها وجود داره. یعنی حتی هیملر خودش
گفته بود قبل از مرگش که دستور کشتار 11 میلیون انسان توسط هیتلر شفاهی داده شده بود و حتی یک گروهی از تاریخدانان میگن که خیلی جالبه این که دستور کشتار 11 میلیون انسان توسط هیتلر شاید با تکان دادن سرش داده شد که با یک اشاره که هیملر به اون گفته بود این برنامه تنظیم شده این کار رو بکنیم، هیتلر فقط موافقت کرده. یک گروه از تاریخدانان هستن که میگن این دستور این کشتار واسه که از خودش اثری باقی نگذاره، میگن کاملا درسته، ولی جا این که میگن حتی این دستور ممکنه فقط با تکان دادن سر with a nodding of the head بله این انجام شده باشه. و این مجددا بازم نشون میده که این مرد، این جانور دیوانه، اژدهای دیوانه، چه قدرتی روی دیگران داشته که تونسته 1 میلیون انسانو زیر یو نفوذش قرار بگیره. البته تمام 1 میلیون در به طور مستقیم نبودن در اتاقهای گاز و اجاقهای گاز، اینا یه سرشون بگن بروکراتهای مرگ پشت نیز مشینان، بله. اداری های هستن، کارهای اداری رو میکنن، کارهای اداری، هزار نفرشون، بله. برای جمع‌آوری، نگهداری، حراج کردن خونه و اموال یهودیان، کار راحتی نیست. 11 میلیون انسان رو ظرف 4 سال جمع‌آوری بکنی، از خونهاشون بیرون بکنی، در گتوها و اردوگاه‌ها نگهداری بکنی، از کشورهای مختلف در زمانی که همونجوری که فرمودین قطارهای اروپایی برای حمل و نقل وسایل ارتش آلمان لازم بود در اختیار این کار قرار میدید، انتقال 11 میلیون انسان به سوی اردوگاه‌ها که اینا رو گوسفندوار توی تو فیلمایی که تهیه شده اینا رو نشون داده که به چه صورت این دکتر ببخشید جزء این پرسنل گفته میشه که عده‌ای هم یهودیا بودن، آیا این درسته؟ این رو تحقیق کردید؟ کاملا درسته حرفتون. نازی‌ها خیلی جالب، ممنونم از این سوالتون. نازی‌ها یه سری کارهایی رو که به قول خودشون میگفتن dirty work، کارهای کثیف بود رو خودش آلمانی‌ها به آلمانی‌ها محول نمی‌کردن. به طور مثال کشتارها اول با اتاقای گاز شروع نشد، کشتارها اول با تیربارانها شروع شد و حدود 2 میلیون نفر رو از طریق تیرباران از بین برد. 2 میلیون؟ بله بله، که اکثرشون روسی ها بودن و کشورهای لیتوانیا و اون قسمت کشورهای زیر روسیه که بله. اولین بار توسط جنگ بله بله همون اقمار. لیکن این جوانهایی که تیراندازی میکردن انقدر بعضیشون ناراحت میشن، برای اینکه خیلیشون بچه های کوچیک داشتن، نازی ها گفتن که ما باید یک راهی پیدا بکنیم که راه کشتار انسانی باشه. Humane method of killing، یه راه کشتار انسانی برای کی؟ برای کشتارگران که وقتی میکشن احساسی گناه نشد. درولی و این کار رو پیدا کردن. اتاق گاز، کاری که میگردن آقای اجازه خیلی جالب بود. اتاقهای گاز 2 در داشتش، در ورودی و در خروجی. پشت این اتاقهای گاز یک دیوار بود که درهای ورودی رو تمام آلمانی ها کنترل میکردن، درهای خروجی که از خارج کردن جسدها از اتاقهای گاز، یعنی کار کثیف، کار کثیف رو میدادن به یهودی های اسیر جوان و یا به همونایی که تو اردوگاه ها بودن، همونایی که اونطور گفتن. و خیلی جالب، بسیاری از اینها بعد از جنگ خودکشی میکردن، برای که میگفتن من جسد مادر خودم رو، پسر خودم رو، فرزند خواهر خودم رو از توی اکوره برداشتم، از توی اتاقهای گاز برداشتم و بردم اونجا، یعنی جنازه ها رو بردم اونجا، جنازه ها رو بردم اونجا. برای همین اگر میگن یهودی ها با اینا همکاری میکردن این به این صورت، و اونجا هم اونجا یه سری افسر و یک سری گارد لیتوانیایی گذاشته بودند که خشن‌ترین انسان های زمان و جهان بودن، با یه سری سگ های
گرگنمای آلمانی، سگای وحشی جرمن شپورت آلمانی، که اینا رو اگر همکاری نمی کردن همونجا تیک پارش رو می کردن. و یک سری دیگه هم هستن که گفته شده که یهودی ها با آیشمن حتی ملاقات کردن. خواستم همین رو بپرسم. بله. اونم کاملا داکیومنت شده و نشون داده شده. اونای کسایی بودن که میخواستن به هر طریق شده با دادن رشوه، با دادن کارهای هنری، با دادن طلا بتونن جان عده‌ای رو بخرن و بفرستن از طریق کشتیان به کشورهای دیگه. و متأ تعداد اینها و تعداد یهودیایی که از این طریق نجات پیدا کردن به چند هزار نفر بیشتر نمیرسه متأسفانه. دکتر بابک‌نیا، در مورد الان نام بردین از آیشمن، در تمام طول صحبتمون اشاره به او نکردید، نقش او چه بود؟ آیشمن نقش بسیار کلیدی داشت. آیشمن مسئول جمع آوری و انتقال یهودی ها، مخصوصا یهودی ها، نه دیگر اندیشان دیگه، کسای دیگه مسئول اونا بودن. آیشمن رو مسئول گردآوری یهودیان از کشورهای مختلف، از آلمان و کشورهای مختلف، لهستان، چکسلواکی، بلغارستان، مجارستان، اینا جمع آوری میکردن. و خیلی جالب بود که مبارزه عجیبی بین این سرهنگ جوان، در اون زمان این سرهنگ جوان بود، سرهنگ جوان آلمانی بود، با حتی جنرال های ارتش بودها و سپه بودهای ارتش آلمان، که به هیتلر نامه می نوشتن که ما قطارها رو احتیاج داریم، و یک سرهنگ جوان اونها رو اوبرول میکرد از طریق هیملر. و این نشون می‌ده، چون هیتلر موافق این قضیه بود، میگه من در دو جبهه می جنگم. و خیلی جالبه، تاریخ نویسان میگن در جنگ جهانی دوم نازی‌ها در این دو جبهه می جنگیدن. جبهه اول رو که برای تسخیر سرزمین بود متفقین بردن، جبهه دوم رو تقریبا نازی‌ها داشتن می بردن. اگر جنگ تمام نمی شد احتمالاً هیچ یهودی حداقل در اروپا باقی نمی ماند. و در زمان نازی‌ها موفق شدند 3/4 از یهودی‌های اروپایی رو که تحت کنترلشون بود نابود کنند ظرف مدت کمتر از 4 سال، از روز یکشنبه 22 ژوئیه 1941 که جنگ با روسیه شروع شد تا روز یکشنبه 8 می 1945 که جنگ جهانی دوم به پایان رسید. خیلی ممنونم دکتر بابکی‌ها. اگه تصاویر دیگه ای هست که مورد نظرتون هست نشون بدین، ضمن نشون دادن این تصاویر. این درگاه ورودی آشویتس که خیلی جالبه، بله، نوشته آربایت ماخت فرای، که نوشته آربایت یعنی کار، نه کار موجب آزادی شما میشه. برای. که به اینا نشون میداد که شما وارد یک کارگاه میشین. خیلی جالبه، در یکی از سوالاتون یا کامنت هایی که کردین فرمودین که اینا مثل گوسفند بله به اتاقهای گاز رفتن. من با این مسئله یک با این تشابه یه مقداری مشکل دارم، به عنوان یک انسان، به عنوان یک پزشک. برای اینکه اینها وقتی که از قطار پیاده می شدن، آقای حجازی، اینها رو وارد یک محوطه سبز میکرد که می دونین درختم داره، درختای کاج بزرگ داشت، وارد یک محوطه میکردن، یک ورودی میکردن که دو اطرافش سیم خاردار بود و اطراف اون سیم خاردار نظامیان یوکرینی یا آلمانی با مسلسل ایستاده بودن و این یک راه یک طرفه بود به سوی اتاق گاز. یعنی در بسیاری از این کشتارها زمان ورود به اردوگاه مرگ تا زمان رسیدن به اتاق گاز حتی
به یک ساعت هم نمیرسید، یعنی بلا فاصله بعد از ورود میلیون ها از اینها رو این کاری کردن، یعنی جایی برای مبارزه و مقاومت اعتراض اینا وجود نداشت و دکتر... این یک راه ببخشید رو یک خیابون یک طرفه بود که کسایی که پشت اینها بودن اینها رو فشار میدادن به سوی اجاق گاز، یعنی راهی نداشتین. یعنی من برای همینم هم است که نمیتونم اینها رو به این انسانهای بیگناه و بیپناهی که نمیدونستن حتی کجا دارن میرن. پس تو این فیلم ها میدیدیم که اینا مدت ها توی اون اردوگاه میمونن و بعد به تدریج اینا درسته یه سری و اینی که ببخشید اشاره کردم به قطارها، چون تو این فیلم های مستندی که تهیه شده یا کاملا درست. اینا رو توی هم توی واگنایی که مخصوص حمله فرض بفرمایید که احشام یا درسته. بار بود بله. اینا رو فشرده میگذاشتن و بله کاری که نازی ها میکردن مجددا این یک چیز هست که در این کتاب انگلیسی من بهش اشاره کردم که بشکن راست چپ. این اردوگاه های نازی وقتی مثلا یه قطار با 5000 نفر می اومد یه افسر نازی در قطار استاده بود یا نشسته بود روی یک میز پشت یک میز نشسته بود و با حرکات دستش فقط به راست و چپ اشاره میکرد که شما به طرف راست برین به طرف چپ. چند تا عکس اینجا احتمالاً هستش که من عکس بعدی این خط آهن ورودی این چیز هوایی آشویتس تصویر به اصطلاح عکس هوایی آشویتس. این یکی از قطارهاییست که داره ملت رو میبره، این یکی از قطارهاییست که قربانیان رو به طرف وارد آشویتس شدن و خیلی جالبه این عکس هایش که خود نازی ها گرفتن بله با کوالیتی بسیار با کوالیتی بسیار خوب. حالا من بازم اگه باشه میخوام ببینم که عکس هایی هستش که نشون میده اینا رو جدا میکردن. الان صفوفی رو نشون میده این عکس که توی این صفوف در واقع همین افراد رو صفبندی کردن، مردها رو جدا خانم ها جدا میکردن، بعدم جوون ها رو از مسنا جدا میکردن، کودکان و مادران و بلا فاصله کودکان مادران مسن ها پیرها مریض ها کسایی که نقص عضوی داشتن راه نمیتونستن برن بلا فاصله اونا به طرف راست، اولین گروه اونا به طرف راست و به طرف اتاق گاز. گروه چپ جوانهایی بودن بین 14 تا 20 سالگی جوانهای قوی بودن که اونا رو می بودن به اردوگاه های کار که اونها هم خیلی جالبه استفاده بکنه و خیلی جالبه اینا هم متوسط عمرشون حدود 90 روز بود. یعنی حد اکثر تا 90 روز بعد از بین باید میرفتن، یعنی طوری بود که اینا بهشون میگفتن اگه کم کار بکنی بلا فاصله تیربارانشون میکردن، روزی 18 ساعت باید کار میکردن و غذاشون یه سوپ و یه تیگه نون بود، به طوری که اینها در اون اقتصاد نظامی آلمان مثل روغنی شده بودن که ماشین روغن نظامی روغن با جون اینها وقت اینها این ماجرا اینقدر ماجرای عظیمیه که واقعا انسان به تعجب میاد. من یک مسئله رو اینجا میخواستم بهتون بگم، من هنگام نوشتن و پژوهش این کتاب ها چندین سال غیبت داشتم. بله از کارتون بیش از 10 سال 12 سال 15 سال حتی دوستان و فامیل خودم رو کمتر می دیدم. کتاب که تموم شده بود یکی از دوستان همکلاس من منو در لس آنجلس دید و به من گفت مدتیست از خبری نیست. گفتم که این کتاب ها رو نوشتم. کتاب رو دید آقای اجازه 4 جلد کتاب رو دیدنشون و به من گفت 4 جلد کتاب 2500 صفحه، یعنی واقعا لازم بود که اینقدر راجع به این مسئله نوشته بشه. اینو من دلم میخواد راجع بهش بگم که وسعت و عمق عظمت این فاجعه لغت عظمت رو من برای این به کار میبرم که عظمت یه چیز مثبته فاجعه عظیم درسته چیزی قد عظیم این فاجعه. این کتاب رو من روی کامپیوتر تایپ شده و با مایکروسافت ورد ایشون که به من گفتن من شب که به منزل رفتم این تعداد لغاتی رو که تو این کتاب بود تو کامپیوتر دیدم،
1,250,000 لغته. عجب. 1,250,000. اسم انسان، اسم اول انسان ها در همه کشورها به طور متوسط 5 الفابت توش هست. حسین بله 4، اردشیر 6 یا 7، ابراهیم، ایب، سیندی، بله. لوسی، هایدی، بله. اینا رو که با هم تلفیق بکنن به طور اوریج اسم کوچک انسان 5 حرف داره. بله بله درسته، 5 حرف به طور متوسط. 5 رو شما ضرب در 1,200,000 بکنی میشه چی؟ 6 میلیون. بله. یعنی برای هر کسی، هر یهودی که در هولوکاست از بین رفته، در این کتاب من یه دونه حرف دارم. بله. فقط یه حرف. بله. یعنی اگر من در هولوکاست از بین رفته بودم، 60 و چند سال زندگی من، 30 سال طبابت من، 15 سال نوشتن این کتاب ها، همشون با یک حرف، حرف الف نشون داده میشد. این نشون میده که گستردگی و عمق این قضیه، من فکر میکنم حتی اگر 6 و 11 میلیون و حتی 11 میلیون کتاب راجع به هولوکاست نوشته بشه، ما هیچگاه به عمق این فاجعه پی نخواهیم بود. یک مسئله دیگر من اینجا میخواستم بگم که خیلی ها دکتر ما تقریبا 4 دقیقه وقت داریم، قبل از این 4 دقیقه کموش و این مسئله خیلی جالبه که گفته بشه. خیلی ها به یهودی ها خورده میگیرن، چرا اینقدر راجب هولوکاست حرف میزنی؟ چرا این مسئله رو بزرگ میکنی؟ چرا نکنیم؟ این مسئله بزرگیه. اگر کشتار 1.5 انسان بچه کوچک کمتر از 7 سال یک مسئله بزرگی نیست، من نمیدونم چه مسئله بزرگه. خب الان ما تو ایران داریم که کسانی که از ایران آمدن بیرون، شخصی که شناخته شده هست که میگه این کشتار 67 رو فراموش کنیم دیگه، گذشته. آیا میشه گذشت؟ اتفاقا من صحبتم همین بود که من ظرف همین 1-2 دقیقه تموم خواهد شد. بسیار میگن چرا متخصصین و پژوهشگران هولوکاست و یهودی ها هولوکاست رو یک واقعی یکتا یونیک میدونه. من اینو از اون گروه هستم که این هولوکاست واقعی یکتا میبینم، ولی نه به عنوان یکتای یهودی. یک واقعی فاجعه انسانیه. و لغت یکتا یعنی چی؟ یعنی یک دونه. علتی که من میخوام هولوکاست یک تا باشه اینه که نمیخوام دیگه تکرار بشه. نه فقط به یهودی، نه فقط به مسلمان، به هیچ کس. این یونیک بودن، بی نظیر بودن و یک تا بودن این فاجعه، مجددن تکرار میکنم، به خاطر این نیستش که یک فاجعه یهودی یک تاست، این یک فاجعه انسانی یک تاست برای بشریت، که امیدوارم تا اون تا زمان هست یکتا باقی بمونه. دکتر خیلی ممنونم. بینندگان عزیز، گفتگوی من رو با آقای دکتر اردشیر بابکنیا که این کتاب واقعا آگاهی دهنده 4 جلدی رو به رشته تحریر درآوردن، 15 سال روش کار کردن و دوستانی که علاقمند هستن کتاب رو بگیرن، من توصیه میکنم. دکتر شماره تلفنی هست که 949. بله، این رو من از امیر عزیز خواهش خواهم کرد روی پرده تلویزیون بگذارن. 949 720 99 99 99. این کتاب یک کتاب فوق العاده با ارزش در 2500 صفحه است که با قیمتی که گذاشتن براش واقعا باور نکردنیه. راجع به کتاب Humanity Now در فرصت دیگری با آقای دکتر اردشیر بابکنیا گفتگو خواهم کرد. فرصت برنامه امروز گلگشت در اینجا به پایان میرسه. با تشکر از همه شما بینندگانی که لطف کردید، حوصله کردید و به برنامه توجه کردید، خداحافظی میکنم تا هفته آینده که با برنامه دیگری در خدمتون خواهم بود و قول میدم که دنباله گفتگوم رو با آقای دکتر بابکنیا در
باره مسائل زیادی که در این کتاب ها مطرح شده و همچنین کتاب دیگر ایشون ادامه بدم. روز و روزگار به شما خوش. تشکر میکنم از امیر درخشان عزیز.